25 ماه رجب مصادف است با ساروز شهادت مظلومانه امام موسی کاظم علیه السلام در ساروز شهادت هفتمین پیشوای مسلمانان جهان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شیعیان در سراسر جهان با برگزاری مجالس مختلف و عزاداری پرداختند میلیون ها زائر عزادار طی روزهای گذشته وارد کاظمین شدند و ورود خیلی عظیم زائران به این شهر مقدس همچنان ادامه دارد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. در ایام شهادت امام موسی کازم علیه السلام جهان شیعه یک پارچه در غم و اندوه فرو رفته و زائران عزادار از نقاط دور و نزدیک خود را به شهر کازمین می رسانند. امسال نیز مانند سالهای گذشته آستان مقدس کازمین ضمن سیاه پوشی آماده استقبال از شیعیان و محبین اهل بیت علیه السلام و برگزاری آین های ازاداری به این مناسبت است. نیروهای امنیتی وزارت کشور عراق طی روزهای گذشته تدابیر امنیتی دوچندانی مخصوصا در اطراف پایتخت عراق اتخاذ نمودند و در همین راستا یک گروهک متشکل از سنی های تندرو که قصد حمله به ازاداران را داشتند بازداشت کردند. به گزارش وزارت کشور عراق این گروه در اطراف بغداد دستگیر شدند و اعترافات آنها ثبت و مطابق مقررات ماده چهار قانون ضد تروریسم اقدامات قانونی علیه آنها انجام خواهد شد. هر چند تا کنون آمار دقیقی از تعداد زائران امسال ارائه نشده اما پیاده روی به سمت شهر مقدس کازمین پس از مشایع زیارت میلیونی اربعین حسینی بزرگترین پیاده روی در عراق است و معمولا بیش از دوازده میلیون زائر در آن شرکت می کنند. این زائران توسط موکب ها و حیعت های مختلف حاضر در مسیر و همچنین مستقر در شهر مقدس کازمین پذیرایی شده و پس از زیارت و ازاداری به شهرهای خود باز می گردن تیه روزهای گذشته ورود خیلی عظیم زائران و عزاداران به شهر مقدس کازمین رو به افزایش گذاشته است و احتمال می رود این افزایش آمار تا شب آینده نیز ادامه داشته باشد